بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات یتی بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. عرض شد محضر مبارک شما که ما چرا به امام نیاز داریم؟ گفتیم چون مضطریم، قواممون به اوست. هر خیری به ما برسه به عنایت او، هر شری از ما دفع بشه به آقایی و التفات اوست. اون تا بحث رو مرحله بعد بود که تنزل پیدا کرده است. ما به امام نیاز داریم چون معلم ماست. ما دین رو برای سعادت و هدایت میخوایم، ولی نمیدونیم سعادت و هدایت ما به چیه. یه کسی سفر میکنه میپرسه مثلا اونجا دلار قبول میکنن یا یورو. بعضی کشورها یورو بهتر میشه خرج کرد تا دلار، یعنی هی باید به صرافی بگردی. اینجوری نیست که همه جا دلار بیارزه. یا آقا این پول ما اونجا چنج میکنن نمیکنن؟ این پولا اعتباره دیگه، اعتبارش به حکومت هاست. یه حکومت ساقط بشه، شما 100 میلیارد از اون پولو یه جای دیگه ببری، پشیزی نمیارزه. قیامت کدوم کار ما، کدوم کالای ما، کدوم دارایی ما میارزه؟ ما نمیتونیم. لذا امام نیاز داریم. کدوم کار ما برکت میکنه ما نمیدونیم. عرض کردیم شبای پیش خوشبین‌ترین یاران امام حسین علیه السلام هم شاید فکر نمی‌کردن که کربلا انقدر برکت داشته باشه. یه شیرخوار که جنگ نکرده بشه باب الحوائج، کی فکر می‌کرد؟ با حساب کتاب دنیا هیچ متفکر و استراتژیستی در بین یاران سید الشهدا شیرخوار نمی‌نوشت که اینم می‌تونه به لشکر کمک کنه. قیامت معلوم میشه که کدوم از یاران سید الشهدا پیش از بقیه آدم سر سفره حضرت آورده. من حدسم اینه که وجود مبارک شیرخوار سید الشهدا جزو کسانی است که خیلی ها رو دستگیری کرد. بعد عرض کردیم که خب ما چرا خودمون نباید ورود کنیم؟ گفتیم چون ورودیامون متفاوته. ما ورودی‌ها رو نداریم. نه علم الکتاب داریم، نه علم الرسول، نه مصحف و فاطمه، نه اون الهامات و بقیه. به فرض کنیست کسی هم داشت، موقع بیان اسمت نداریم، موقع دریافت اسمت نداریم، موقع نگهداری حافظمون خراب میشه، غلط میره، خطا میکنه. این حفاظی که تو مسابقات شرکت میکنن، اگه شما پشت پردهشون رو ببینید چقدر مسلطن، میره تو مسابقه یادش میره، جا به جا میخونه. آدمیزاده، آدمیزاد منشأ خطاهاست. حالا اونجا طوری نیست، ولی اینجا عاقبتمونه. و گفتیم رو اون علمشون ممکنه کارهای تکالیفی خدا بهشون بفرماد، با اون معنایی که از تکلیف شبای پیش کردیم که مشقت نیست، که اصلا ما راهی نداریم. مرحله دوم بود که خب ما بعد کجا رو استفاده کنیم. عرض کردیم اون مواردی که میشه از اونها تبعیت کرد، و عرض کردیم اگه اتفاق بیفته دنیا میاد ما رو تماشا میکنه. شما یه جنگ پیدا کنید در این دنیا، الان تو دنیا چند تا جنگ هست؟ جنگ امیرالمومنین با
عایشه و طلحه و زبیر جنگ امیرالمومنین با معاویه، امیرالمومنین یاران معاویه رو اعداء الله، اعداء القرآن، اعداء الرسول، اعداء السنه معرفی کرد. اما قبل از جنگ دست به دعا بلند میکرد، خدایا خون ما و اینا رو حفظ کن. شما یه نفر پیدا کنید توی جنگی برای دشمنش هم دعا کن. خدای من نمیخوام اینا رو بکشم، ما میخوام اینا رو هدایت کنیم، میخوام اینا رو به حقیقت برسونیم. یه چند تا طاغوت مثل معاویه صد راهن، تازه اونا جنگو شروع میکنن، ما اینا رو کنار بزنیم بقیه حقیقت رو بفهمن. خدایا خون اینا رو حفظ کن. کی این کارو میکنه؟ شروع جنگ جمل، امیرالمومنین مثل ما که دعا میخونیم شروع کرد به این دعا که اللهم الیکن اشکو فقد نبینا. چرا؟ چون من مضطر شدم به این که با اینا بجنگم و اینا رو شکست بدم و تلاش میکرد این طوری نشه. ذره ای از این اوصاف اهل بیت تو امور مختلف، همسرداری، همسایه‌داری، جنگ، صلح، ادب دشمنی، ادب نقد، یه ذره سر سوزن تبعیت کنیم، دنیا میاد ما رو تماشا میکنه. اینجا مباحثی مطرح شد، به اینجا رسوندیم که آقا نباید به هیچ وجه کسی رو به اهل بیت قیاس کرد به جهات مختلف. یه جهت اینه که قابل قیاس نیست، یه جهت دیگه این که اون جایگاه لغ میشه، اون باید عظمت و حکمنده یه جایگاه معصوم حفظ بشه. بعد اومدیم اینو عرض کردیم که یه کلمه قرآنی داریم، مفرده قرآنی به اسم ولیجه، یعنی همراز، یار غار، یار همسر، محرم اسرار، پشت و پناه، که آدم به حرفش گوش میده بی درد سر. این تو حالت عادی اب نداره کسی داشته باشه، انشالله همه همسراشون ولیجه و محرم اسرارشون باشه. رفیق قدیمی، همهیعتی، همرزم. اما در زیارت جامعه کبیره ما اعلام بیزاری میکنیم از هر ولیجه‌ای که عدل امام قرار بگیره، کنار امام قرار بگیره. اینایی که ما داریم میگیم که کنار امام نیست. به اینجا که بحث رسید، هی تأکید کردیم روی این که نباید هیچ کس رو معصوم انگاری کرد، نه کسی رو نه خودمونو. یه تبصره ای عرض کردیم، اونم این بود که یه خطر بزرگ میاد، حب ما به اهل بیت ممکنه ما رو به مقالطه بندازه. این اون گزارهایی که شبا میگفتیم یه جمله درست بگیریم و یه نتیجه غلط. اونم این باشه که آقا اصلا من گوش به حرف کسی نمیدم، فقط امام معصوم سلام الله علیه. این سخن اگر دسترسی به امام معصوم سلام الله علیه به صورت دلخواه و همیشه و معتبر بود، حرفی نبود. و چون نیست، این یعنی دسترسی به روایات امام معصوم، و دسترسی به روایات امام معصوم معصوم انگاری راویه. ما نمیخوایم بگیم روایاتمون پر از غلطه، ولی نمیتونیم بگیم روایاتمون همه مثل قرآنه، چون راوی نقل کرده. راوی یا عمدن دو موارد اندکی دروغ میگه، یا سهو میکنه، یا فراموش میکنه، یا دوتا رو با هم قاطی میکنه، اشتباه میکنه. طبیعی هم هست، من قرار شد غیر معصوم را معصوم نپنداری. پس علومی نیازه که بشه از اون روایات استفاده کرد و اعتبار سنجی کرد. باز برمیگردیم سر جای خودمون. بعد عرض کردیم هر چیزی مرزی داره، مرزبان این لفظ روایاته، حافظ ثغور مسلمین، یعنی مرزبان مسلمین، فقیه عادل جامعه شرایط، اون حافظ ثغور مسلمین. کجا؟ جایی که دسترسی به امام معصوم نیست. اگر کسی بگه من نمیخوام، عرض کردیم لاجرم به یه سمتی قش میکنه، یا مجازی میشه جایگزین این، یا غلات، یا مقصره، یعنی افراطی ها، تفریطی ها، یا صوفیه، یا چیزهای دیگه. شما بالاخره وقتی داری راه میری، اگه نقشه شهر رو بکشن، از این مسجد و محوطش بیای بیرون، تو زمین یکی دیگه هستی، بالاخره یه جا هستی. صبح تا شب ما ورودی داریم و بیان میکنیم. اگر کسی تن نده در دوره‌ای که دسترسی به امام معصوم سلام الله علیه هست به فقیه، یعنی دینشناس،
یا خودشو معصوم انگاری کرده، خودم بیشتر میفهمم، در حالی که این خب یه گندگویی بیش نیست مگر کسی واقعا دین شناس باشه، یا میره سراغ قلابی. بعد عرض کردیم آقا اینی که داریم میگیم به معنی که فقیه معصومه نیست. رساله اختلاف فتاوای رهبری و امام ببینید اختلاف دارن، با اینکه رهبری مرید امام ولی اختلاف فتوا دارن و این علامت عدالت، مریده ولی اونجا که حکم خداست میگه فهم من اینه که این حکم اینطوریه نه اینطوری. چرا اختلاف نظر دارن؟ چون اختلاف فهم دارن، چون معصوم نیستن چیکار کنن، دوره غیبت همینه. و درس کردیم خودشون یه ادبی دارن، شیخ انصاری میفرماد به این رساله من میتونی عمل کنی، ما هم در بس عمل میکنی. بنده خودم عرض میکنم خاک پای شیخ انصاری رو سرم میذارم، اما خودش به درستی ادب میکنه، میگه این رساله که بهش 100% شما عمل میکنید، این مثل خوردن گوشت مردار در بیابانه، چون اضطرار داریم، همیشه ما منتظر صاحبمونیم، ولی فعلا بهتر از این نداریم، مطمئن تر از این نداریم، برای ما مقدسه، ما جسارت نمی کنیم، ولی خودش مؤدبه. اتفاقا یکی از جهاتی که فقیه مرزبانه اینه که فقیه خودش از همه مؤدب تره. اگر ما بخوایم این فقیه رو معصوم انگاری کنیم که بعضی میکنن، یا کلماتی بگیم که کلمات موهمه، توهم ایجاد کننده است که او معصومه، چند تا کار بد کردیم. یکی این که کار او رو خراب کردیم. دقت کنین الان اگر اینجا تبلیغ میکردن، بنر میزدن که آقای بهجت رحمت الله علیه میخواد منبر بره، دیگه من میومدم اینجا پشتک نیوارو هم میزدم فایده نداشت، چون شما توقعتون آقای بهجت بود، من خاک پای او هم نیستم، چکار کنم؟ همش ایوان به چشم شما میاد، دیگه نمیتونستید منو تحمل کنید. در حالت عادی شاید 2000 یه چیزی میتونستم بگم، ولی وقتی توقعت بشه آقای بهجت، بشه علامه طباطبایی، قرار بود علامه طباطبایی بیاد تفسیر بگه اینجا، منو میخوام بیام بگم، دیگه شما تحملم نمیکنید، اشتباهاتم به چشمتون میام. اولا شما فقیه و ولی فقیه و مرجع تقلید رو بخواید معصوم انگاری کنید، کار او رو خراب میکنید. دو این که او رو به معرض خطر میندازید، نفسش رو تحریک میکنید، برای عاقبتش هم او رو به زحمت میندازید. سه اون توجه جدی به امام معصوم از دست میره. چهار یا آدمی که لهله میزن از تشنگی داره میمیره، هیچ وقت یادش نمیره دنبال آب بگرده، آدمی که خیال میکنه این هر چیزی غیر از اون ماء معین گوارای بی نظیر خوبا هم به او برسن میان پایین. یادتون اون شعر ابن هانی اندلوسیو، دست اینا نیست، اینا خوبن، در قیاس با امام زمان خیلی پایینه. میگفتش که النور انت و کل نورن ظلمتون، نور توی، باقی نورها کم فروغ نیستن، باقی نورها ظلمتن، تاریکین، و الفوق انت، بالا توی، و کل فوقن دونو، هر بالایی هر اورستی پایینه، نه اینکه کم بالایه. چرا بیایم یه همچین زحمتی برای قائل بشیم و خودمونم به درد سر بندازیم؟ یکی از جهاتی که ما مزدر نیستیم، دنبال امام زمان نمیگردیم، روزی 10 بار یادش نمیفتیم، توهم اینه که دستمون پره. اگر کسی پول تو جیبش نباشه بگن هی برو خرید کن، هی مستره، هی خدا یه واریزی برسه. اونی که احساس میکنه جیبش پره، بی درد سر بدون قیمت پرسیدن میره بازار. ما گدای محض امام زمانیم در توهم این که. حالا اینجا ببینید خودشون چی میگن. فرق فقیه، ما داریم کسانی که میگه همون جور که علی علیه السلام از اون گروه های انحرافی بر عالم وجود سیطره داشت، من هم دارم. زکی این از این حرفایی که خلاصه قابل سنجش چیه که داری؟ کجا بدونیم؟ خوز اول نمیگی، از کجا بدونیم؟
برید ببینید تو جریان‌های انحرافی رهبرانشون چجوری خودشونو بزرگ میکنن، باد میکنن. اینجا رو هم ببینید. یه صلوات بفرستین. چند تا جمله میخونم ببینید. جهت اینکه این جملات رو میخونم اینه که تو ذهن عزیزان خطوری پیش نیاد. ببینید که مبنا ملاک اینه. این حرفایی که ما این شبا زدیم انقلابی ترین حرفهایی بود که میشد بگیم و مرگ بر اون انقلابی که این چیزها رو خلاف خودش ببینه. اون انقلاب منحرفینه، نه انقلاب اسلامی. کسی بد برداشت نکنه. حالا مبانی انقلاب اسلامی میخونم برات. این کلمات تو سایت آقا هست، میتونید جستجو بفرمایید. فرمود خب باید بدونیم که حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید شخصیت امیرالمومنین علیه السلام و جامعه ای را که حضرت میخواست درست کند الگو قرار بدهد. الگوی ما اینه. الگو اینه یعنی اون نقطه دوردست، اون ته، اون بالا بلندی. میدونیم از کجا باید، مثل ستاره، به اون سمت باید حرکت کنیم. به آن سمت باید حرکت کنیم. معنایش این نیست که در طول تاریخ، در طول تاریخ بزرگان، علما، شخصیت‌های برجسته ممکنه، نباید اینجوری خیال کنیم، کسانی پیدا شوند که مثل امیرالمومنین یا حتی درجه های پایین تر از امیرالمومنین باشند. نه، این نیست. بزرگان ما، علمای ما، برجستگان ما، شخصیت های ما از قنبر خادم امیرالمومنین هم پایین ترن. خاک پای امیرالمومنین هم نمیشوند. این یک. اومدن شعر خوندن، من قشنگ اینو خودم یادمه، کاغذ گرفته بودن شعر میخوندن از رو عشق. اونا قرض و مرض ندارن ولی از رو عشق زحمت درست میکنن. میگفتن که کشتی یه ولایت را ناخدای دورانی، بیم موج و طوفان نیست تا تو نوح ما هستی. حالا من همشو نخوندم، نگی چقدر چیز بیغافی و فلانه. ایشون قبل از اینکه صحبتها رو شروع کنه فرمود بعضی از این تعابیر مثل کشتی ولایت، نوح ما، من یه چیزی عرض کنم، مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که متناسب با وجود ولی اثر و منافدا است اینها رو تنزل بدهیم در سطح انسانهای کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر قرار بدیم. بعد می فرماد سعدی بیت داره در مورد کشتی نوح که میگه چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. میگه این نوح اینجا یا امام زمانه یا اگر بگن سعدی شیعه نیست ختم المرسلینه. پایین تر نیای. اینا رو نمیشه همینجوری به هر کسی گفت. ارتشی ها رفته بودن درجه بگیرن. ببینید حساسیت تا کجاست. این زد بالا گفت الله اکبر، جانم فدای رهبر. این چیز خاصی نی. ایشون فرمود که نه خدا راضی است نه احکام اسلام اجازه میدهد که ما بگوییم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرن. نه، بله، برای خاطر اسلام بمیریم، شهید بشیم. من ممکنه جونم رو فدای شما بکنم به خاطر این که محب سید الشهدایی. توجه میکنین؟ جونم رو فدای شما به خاطر اینکه شما شمایی نمیکن. یعنی جهت فدا شدن جهت اهل بیت. بله، پرچم اسلام برافراشتیم همه آدم هم جهاد کنن در راه این حقیقت بمیرن، طوری نیست. بعد از این ماجرا شعار رو تغییر دادن. میومد درجه بگیره دیگه نمیگفت الله اکبر جانم فدای رهبر، میگفت الله اکبر پاینده رهبر. یه جای دیگه ای اونی که داشت صحبت میکرد، اولش دو نفر صحبت میکنن، تو دکلمش گفت سرور ما اسم آقا رو برد. ایشون فرمود که قبل از سخنشون خواهش میکنم الفاظ این اشعار و سرودها رو از کلمات مبالغه آمیز خالی کنید. هم شأن شما این است، شأن شما اینه که مداح امیرالمومنین باشید.
که در این راه ها پیش قدم باشید. هم حقیقت قضیه این است. بنده افتخارم به این است که بتوانم خدمتگزار شما و مردم باشم. سرور فقط خدای متعال است. یه قدم بخوایم بیایم پایین و به امر او و در پیروی و عبودیت او بندگان صالح برجسته و معصومین علیهم السلام. ما بندگانی ناقص، نارسا و ضعیف هستیم. بزرگترین هنر ما این است که بتوانیم در لابلای همه ضعف‌هایی که داریم یه کاری انجام بدیم. یکی اومد، اصفهانی اومدن پیش ایشون گفتن ای علی یه زمان. ایشون فرمود که وقتی کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام یا اسم مبارک ولی از رو ارواح اونا فدا رو می آورند، بعد اسم ما رو هم دنبالش می آورند، بنده تنم می لرزد. به حضرت سجاد که گفت شما ربی، حضرت سمود بند بند بدنم داره می لرزه، خوشش نمیاد که. آن حقایق نور مطلق با ما که در غرق ظلمتیم، با ما که غرق در ظلمتیم بسیار فاصله دارند. ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا و کمترین و کوچکترین شاگرد آنها کجا؟ ما کجا و آن قنبر کجا؟ ما کجا و آن غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای آن غلام هم محسوب نمی شویم. بعد به اون اشاره کردن، فرمود اینی که شما میگید میدونم از اون محبت و اخلاص و اینا میگید، ولی هم به ضرر منه هم به ضرر شماست. یادتون عرض میکردم این جایگاه رو باید صفر چسبید، هم الفاظی که مخصوص خداست هم الفاظی که مخصوص اهل بیته، اینو لق نباید کرد. چفتم پیچای یه دستگاه رو اگه شما یه دور پیچش رو وا کنی به مرور آسیب میخوره، نباید شلش کنی، همه چیز آسیب میخوره. نمونه عجیبش اینه که یک فقیه برجسته، این که من عرض میکردم کسی رو معصوم انگاری نکنیم یا کلمات مهم نگیم خطرناکه، یه فقیه برجسته که البته او امام معصوم نمیدونه، ولی وارد حیطه‌ای شد که حیطه خطرناکی بود. وقتی یه فقیه بزرگ در حضور امام رحمت الله علیه همچه اشتباهی میکنه، یعنی ما خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. ایشون اینجوری شروع کرد که امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم و شأن مسلمانان. حالا تا اینجاش چیزی هنوز نیست، به جز یه نکته ای که حالا تو بحث ما نیست بخوام ورود کنم. پناه مستضعفان جهان، این لقب امیرالمومنین. علیک منا سلام الله ابدا ما بقیت، از ادبیات مخصوص به اهل بیت. ولو این حرفو بشه به دیگران زد نباید استفاده کرد. فقیه بزرگی کسی که داره اینا رو میگه. اماما امام زین العابدین علیه السلام در دعاهایی که دارن، حالا میخوام وقت نگیرم، فرمودن که خدایا، عرض کردن اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مواضع امنائك في الدرجه الرفيعه التي خصصتم بها قد ابتزوها. خدایا این مقام برای اولیاء توه، پذیرفته شدگان توه که اینا قصد کردن در سقیفه. یه خود عجله دارم، میخوام وقت زود تحویل بدم، الان تمام میشه. بعد خودش ترجمه میکنه اون فقیه، میگه این حکومت مال اولیاء الله و مال اصفیاء الله و امناء الله هست که ابتزوها یعنی قصب کردن. امام در این برهه از زمان چشم گشودیم و این حرف عجیبه، دیدیم بر این که خدا این مقام را به یکی از فرزندان لایقان خاندان داد. خیلی نعمت عظماییه نعمت حکومت اسلامی، اما این حرف غلطه در غلطه در غلطه. این مقام امام زمانه، نه مقام نائب امام زمان. امام ببینید چجوری فرمود، من اول از آقای فلانی اون بزرگوار رحمت الله علیه که قصدش بد نبود، حرف بد بود، گله کنم؟ ما انقدر که گرفتار به نفس خودمان هستیم کافیست، دیگر مسائلی نفرمایید که انباشته شود در نفوس و ما را به عقب برگرداند. شما دعا کنید که آدم بشوید، دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل کنید. ما که چشممون به اون بواطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل کنیم. یکی از جهاتی که اون فقیه مرزبانه اینه که راجع به خودش توهم نمیزنه و وقتی ده ها بار اشاره میکنه چهار جا دیگه اگه گفتن به رو خودش نیاورد، از این بابه که دیگه نمیخواد ای تکرار کنه. من با یه خاطر بحثم رو جمع کنم،
یه جلسه من میرفتم آقا، تا من میخواستم شروع کنم یه عزیزی از رو محبتش میگفت استاد اخلاق من چی چیه فلان، ما مجبور بودیم برم بگم آقا من هیچ خری نیستم. دوباره فرداش این دوباره گفت استاد اخلاق فلان، یه رو بهش گفتم مریضی های هر شب میخوای من خرخر کنم و ول کن دیگه. دیگه بعد از اون نمیگفتم، چون بخوام تا بگم من خر نیستم فلان نیستم توضیح بدم خب موضوعم وقتم میره. دو دفعه میگم دیگه گفتم دیگه، خلاصه تا اطلاع ثانوی هیچ خری نیستم. یعنی اگه 5 بار 10 بار 6 بار تذکر میده نری بگی دو جا هم تذکر نداده. خب تذکر داده دیگه، هی که نمیتونه برگرده. کسی بخواد یه نفر رو بررسی کنه میره مجموعه کلماتشو میبینه که فلان جا چرا تذکر نداد. گاهی یه جایی آدمی کاری کرده که میبینه شأن اون فرد نیست بهش تذکر بده و قبلا بیان فرموده. بعضی از بزرگان که من با خیال راحت جونمو فداش میکنه به اشتباه به ولی فقیه میگه حسین زمان، نظر ایشونو دیدید، او قصدش خیره ولی این کار غلطه. با این که من اون فرد و خدا میدونه که اگر قرار بر این باشه بگن زندگی تو اینجا بری به سمت این که مد امیرالمومنین کنی یا جونتو فدای او کنی، اون فردی که این حرف رو زده من میگم جونم فدای او میکنم چون میدونم سرباز امام زمانه. اما این دلیل نمیشه، معصوم نیست که، این دلیل نمیشه این لفظ درست باشه، این کار خوب نیست. خدایا ما رو سر سفره اهل بیت با وفاق و همدلی با دوستی و برادری با صفوف متحد منسجم با بروز اوصاف اهل بیت جزو منتظران واقعی ولیعصر قرار بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من شما رو نمیدونم ولی من 3 ماه تقریبا منتظر امشبم. یه نظری داشتم که 40 تا روزه این شیرخوار بخونم، یه چند تاش مونده تو این 3 ماه. مرحوم آیت الله حق شناس دهه اول محرم مجلس میگرفت، هر روز به روزه خون میگفت روزه شیرخوار بخون. از شاگردشون پرسیدم غرضش چی بود چرا، فرمود شاید این بود که ایشون یه وقتی برای اتمام موشک باران تهران یه چله زیارت عاشورا داشت که چله مفصل طولانیه، هر روز عصر بعد از نماز که کاراشو میکرد میرفت دوباره تو مسجد که کسی نبود اینو انجام میدان. روز 38 دید هنوز موشک باران هست و خلاصه به یه تلاطمی افتاد و دیگه روز 39 هم یه موشکی زد صدامو، دیگه جزئیاتشو نمیگم. آقای حقشناس یه آدم حیرت انگیزی بود، یه تشرفی پیدا کرد روز 40 به محضر سید الشهدا. فرمود بود آقای حقشناس لازم نبود انقدر خودتو به زحمت بندازی، به همون شیرخوار ما متوسل میشد. بعد از تو قباش لباس یا قنداقه شیرخوار بلند کرده بود از رد. حسین جان ما با امید اومدیم، یه لشکر امیدوارم پشت سرمونه، هر کس میدونست ما میخوایم بیایم تو مجلس شما التماس دعا میگفت. بیمارایی که امشب تو بیمارستان دلشون شکسته تو مجلس پسرت نیستن، امواتی که سر به تیره تراب گذاشتن در تاریکی و غربت منتظر نورن، مردگان متحرک مثل من که بیچارگی دنیا اونا رو گرفته، کورباطنایی که دنبال اینن که خدا چشمشون رو باز کنه، فقرایی که دست به دامن تو هن برای اینکه رو به کسی نزنن، بیپناهانی که دنبال معنویت میگردن، همه رو یاد کنیم. یه وقتی هست میگه آقا یه جا مثلا فرض کن دعوتی میگه خصوصیه برای 15 نفر غذا گذاشتن، من امشب به شما میگم همه رو یاد کنید، برای همه هست. مولای امشب با اول هوایجه. یه کاری کرده سید الشهدا که عالم رو بیچاره کرده، هرچه جوون رعنا داشت فرستاد میدان، قبل از دنیا رفتنش قبل از عروجش گشت ببینه چیزی دیگری داره، دید یه در شاهوار کوچک هنوز باقی مونده.
آقا جان یا باب الهوایت وسط میدان بود، حالا فرصت نیست که روزه رو طولانی کنه، وسط میدان بود. من معتقدم به این جمله، حالا فکر کنید حدس میزنم، دلم میخواد قیامت ببینم وقتی من این جمله رو یا هر کسی این جمله رو میگه ببینیم زهرای مرضیه چه میکنه. دیگه قمر بنی هاشم کنار علقمه زمین گذاشت، دیگه رزمنده‌ای باقی نموند، رفت وسط میدان، لحظه عروجشه اما نگران نوامیس پیغمبره. رفت وسط میدان تنهای تنها، فنظر یمینا و شمالا، چپ و راست رو که نگاه کردید هیچ کس نمونده، تنهای تنها. یک نقطه پا بر جا بین 30,000 نفر. صدا زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. دو بار نزدیک به هم اون آقایی که مظهر مناعت طبعه رو زده، یکی اینجا رو ناموس پیغمبره. از بین شما کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ چون آخری خود حضرت. پاسخ چه بود؟ پاسخ هلهله بود. گفتن بالاخره تونستیم او رو به یک درخواست وادار کنیم. بانوان حرم که مظهر غیرت خدا بودن، دیدن سید الشهدا نگرانشونه، ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، صدای گریه بانوان بلند شد. آقا تا صدای گریه شنید تحمل نداشت، به یه بزرگی گفتن چرا سید الشهدا فرمود که به خانوم ها برید تو خیمه گریه نکنید، امام رضا فرمود که بلند بلند برای من گریه کنید؟ فرمود که برای اینکه امام رضا ناموسش بین نامحرما نبود. سید الشهدا نمیخواست بین تا صدا رو شنید گریه میکنن برگشت، تحمل نکرد، برگشتید دارن گریه میکنن و یه شیرخواری رو هم دست به دست میکنن، دیگه نمیدونن چه کارش کنن. نگاه کرد، حالا من اینو از خودم عرض میکنم ولی مطابق با واقع، نگاه کردید مادرش نیست، در یه جای یه شیرخوار مریض بشه مادر رو نمیشه آروم کرد، شیرخوار مشرف به موت بشه نستجیر بالله، مادر رو نمیشه آروم کرد. حضرت اومدید چشما رفته، رنگ پریده، لبها رو این بچه گاهی باز میکنه گاهی میبنده، دیگه صدا شوهر نداره اما مادر نیست. مادر نخواست سید الشهدا رو خجالت. مادر نخواست خجالت بده، نیومد. سید الشهدا بچه رو گرفت، اول گرفت ودا کنه، من نمیدونم گرفت ودا کنه یعنی دید که طفل قبل از خودش جون میده از تشنگی، یا ودا کنه میدان بره. اما وقتی این مرام مادر ولایی رو دید، این خانواده به کسی بده کار نمیشن، اون آقایی که نه مادرش به کسی روزد نه خودش، دوباره برگشت میدان. فدای لطافتت یا ابا عبدالله، قربون آقایید حسین جان، معدن وفا. رفت وسط میدان، یا قوم لم ترحمونی. فرهمو حاضر رضی، به من رحم نمی کنید، می جنگیم با هم، به این طفل رحم کنید، یه مادر منتظر داره. جز به مواردی که داشت صحبت می کرد، کاری کردن دیگه ادامه ندادیم بود، سخن گفتن وسط سخن یه بزرگ بیادبیه، اینا سخن نگفتن، اینا تیر انداختن، وسط سخن بود خون به صورتش پاشید. برگشت طفل رو نگاه کرد، به قول اون شاعر عجیب غریب واقعا
میگه بچه ضربه که شدید، تیر که شدید خورد، بچه دستاش رفت بالا. اینو تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودن، بابا ما ودا کرد. یه آذری هم یه شعر گفته، ترجمهش اینه، خیلی زیبا گفته، میگه زبان حالش این بود، بابا آبی که تو بخوای براش رو بزنی من نمیخور. خیلی جگر حضرت آتش گرفت، چشم از گلو بر نمیداشت، به زبان آورد، ادب کرد محضر خدا، فرمود برای من ساده است، خدایا تحمل میکنم، به ما صبر عطا کن. اما چشم از گلوی شیرخوار بر نمیداشت. هاتفی صدا زد، ده و یا حسین، حسین جان دل بکن، حسین جان رو برگردون، دل بکن، فان له مرضا فل